به خیر، خسته نباشید. راجع به جزوه پرسیده بودین. جزوه رو چند تا کار میتونیم بکنیم، هم میتونیم تو کانال بذاریم، هم تو کانال خودم میذارم. فایل جرنمولی ترکیبات مهم رو دوباره امشب تو کانالم فوروارد میکنم، هم پر شدهش هم خامش رو براتون قرار میدم، از اونجا میتونید بردارید. آدرس کانالم هم مینویسم، شما دارید البته احتمالا، ولی خب و دیگه بسرم تو کانال مؤسسه هم میگم بذارن. توی کسی اگه پیام هم داد، شخصی پیام داد، برای اونا هم براشون میفرستیم. شخصی هم اگه همون که لینک رو براتون فرستادم باز به همون پیام بدین، براتون اونجا هم من میذاریم. به خودم هم کسی خواست پیام بده، آیدی خودم هم براتون مینویسم که به خودم هم پیام بدید، براتون خواهم فرستاد. این پس عرضم به حضور شما برای بحث جزوه، چون پرسیدین گفتم که اوضاع مشخص بشه. خب بریم سراغ این نکته خفنی که میخوام بهتون بگم. خوب دقت بکنید، همه حواسا به من باشه. ما یک بحثی تو تناسب داریم، میگیم اگر شما کسر آبهم مساوی باشه با کسر سدهم، اینا همچنان با هم میتونن دو تا کسر دیگه مساوی باشن. اگر کسری بنویسم که اختلاف آوسی رو بنویسم تو صورتش، و کسری بنویسم که اختلاف بیودی رو بنویسم تو صورتش، یا کسری بنویسم که جمع اینا رو بنویسم، جمع آوسی و جمع بیودی، اینا همه با هم مساوی هست. مثالش هم خیلی معروف، مثلا یه دوم وقتی مساوی با دو چهارم باشه، خب یا با هم جمع بزنید، مساوی با سه شیشم هم هست دیگه، یا باز دوباره این دوتا رو میتونید صورتاش از هم کم کنید، خب دوباره میشه یه دوم. درست شد؟ پس این نکته خیلی نکته، حالا به ظاهر شاید اصلا ساده ای هم باشه، نکته خیلی معمولی هم باشه، ولی میخوام کاربردش رو الان بهتون نشون بدم و ببینید، ببینید که قضیه از چه قرار هست. خوب گوش بدید. تست شماره اول میگه ام یه عنصر فرضیه، از واکنش 20.4 گرم MO با مقدار کافی اکسیژن 22.8 گرم M2O3 به دست میاد. جرم مولی ام رو میگه به دست بیاد. خب قدم اول طبیعتا نوشتن واکنش، میگم MO به اضافه O2 میشه M2O3، اینجا 4، اینجا 2، موازنه هم انجام شد. یکی رو گفته 20.4 گرم، یکی رو گفته 22.8 گرم. من استوکیومتری رو ما برایش تناسب حل میکنیم، فکرم میکنم اکثر شما برایش تناسب حل بکنید. ما تو کلاس تناسب میگیم، چون تناسب قطعا خیلی روش بهتریه و همه چیزم جواب میده، ساده شدنش هم خیلی راحت تره از اون روش کسای تبدیل پشت سر هم خیلی بهتره قطعا. خب اینجا خوب دقت کن، من میگم چی؟ من میگم اینو گفتی 20.4 گرم برویه 4 ضرب در جرم مولیش میشه دیگه، 4 تا انگار بزنم مستقیم بنویسم 4 ام به اضافه 64 گرم رو جرم مولی زدیم. خب واسه اینم همینه، ببین 228 در 10 به توان منفی 1 دوباره 4 ام به اضافه 96. خب قطعا شمایی که میخوای الان استوکیومتری حل بکنی، یعنی اگه به دانش شیمیت به اون حد رسیده باشی که بتونی سوال استوکیومتری حل بکنی، اینو مینویسی دیگه، درسته؟ حالا من میخوام اینو بهت بگم. ببین تو به جای اینکه اینو حل بکنی، به جای که اینو حل بکنی، خیلی بد حل این. چرا بد حل این؟ چون طرف این وسط این بره، بعد ام تو هر دو طرف هست، امو نمیتونم الان ساده کنم به صورت کسری. که من پیشنهاد میکنم بیا این دوتا کسر رو از هم کم کن، کم کن یه دور، 228 منهای 204 میشه چند؟ میشه 24. بعد یه ممیزم داره، 4 ام به اضافه 96 هم از 4 ام به اضافه 64 کم کن، 4 ام با 4 ام خط دوره میشه 32. خب حالا تو یکی از این آبیا رو با این قرمز مساوی بذار، مساوی هم دیگه. حالا اینو حل کن، این چه خوب شد. زمین تا آسمون فرق میکنه، ممیز با ممیز خط میخوره، درسته؟ 24 به 4 به 8 3، این 4 کل 4 با کل 4 این میره، میشه ام به اضافه 16. سرم با 204 بزنم میشه 68،
سر هم با 204 بزنم میشه 68. درست شد؟ که الان شما یک ام به اضافه 16 داری یه 68 داری، ام به اضافه 16 داری یه 68 داری که امت میشه 52. خدا وکیلی بهتره دیگه از اون که اون دو تا کسر آبی رو با هم مساوی بزنم با این قرمز مساوی بزنم. پس یه بار دیگه نکته رو میگم، ببین این خیلی هنوز دنباله داره، من 5 تا تست بعد گذاشتم خیلی دنباله داره، گوش بده به من. پس ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر دو تا کسر با هم مساویان، اینا همچنان مساویان با یه کسری که میتونم صورتاشو از هم کم کنم، مخرجشو از هم کم کنم. آس آب او مساوی با سه ده او مساوی با آی منهای سی رو بی منهای دی، و همینطور مساوی با آی به اضافه سی رو بی به اضافه دی. اوکی؟ حالا من اینجا اومدم این سوال رو نوشتم، گفتم ببین به جایی که این دو تا کسر آبی رو با هم مساوی بذارم تو سوال استوکیومتری، میتونم اینها رو از هم کم بکنم که یک کسر جدید به دست بیاد که توش دیگه سر و کله ام پیدا نشه. حالا اینو حل کنم، خیلی فرق میکنه قضیه، خیلی فرق میکنه قضیه. خب حالا من ازت میخوام که تو تست دو رو برام حل بکنی، میخوام ازت که تست دو رو حل بکنی. این کسایی که قطع شدن وصل شدن یا رفتن و اومدن، من یک نکته فقط گفتم که اینجا برای جزوه ما میتونیم از تو این کانال خودم امشب براتون قرار میدم، تو کانالم باشید که امشب براتون بذارم این سری فایل مهمم تو جرم مولی و اینا میخوام بذارم تو کانال میذارم براتون. خب گفتن همایش ضبط میشه، ضبط میشه، آره همایش ضبط. تست دو شروع کنید بررسی بکنید ببینم چی کار میکنید. من عرضم به حضورتون، بهتون وقت میدم ببینم سوالا رو یه جوری انتخاب کردم که مثلا دیگه اونایی که دهم باشن یا 11 باشن، یعنی اگه استوکیومتری خونده باشن بتونن حل کنن. برید من سرعت حل این سوال برام مهمه، سوال کنکور بوده، سرعت حل این سوال مهمه، برید ببینم چیکار میکنید. بودید منتظرم. از این نکته من میخوام هنوز باید کلی سوال بگم، هنوز کلی باید کار دارم. اصلا این شیمی نیست دیگه واقعا، این یه ریاضی. حالا من دارم به نکته ریاضی میگم که تو بتونی یه سوال شیمی رو بتونی راحت تر حل بکنی طبیعتاً، چون بالاخره ما این محاسبات ریاضی رو باید انجام بدیم حتما. خب 1.45 داریم کی وای، دیگه زیاد طول کشید، خودم میخوام بررسیش کنم، خوب به من گوش بدین. من باز
چک کنم، امیر حسین میگه فکر کنم 89. خب همه حواسا به من باشه. ببینید میگه 9.6 گرم هیدروکسید یک فلز سه ظرفیتی، یعنی این 18.9 گرم نمک به ما داده. نکته اول اینو از من داشته باشید، بعضی موقعا حتما نباید شما کل واکنش رو موازنه کنید. شما بین این دو تا ماده میخواین استوکیومتری بنویسین، یه دو اینجا بذارین تمام قضیه، یه دو بذارین چون دیگه بقیش مهم نیست، من نسبت این دو تا برام مهمه، یک دوه. خب این بوده 96 در 10 به توان منفی 1 بر روی چی؟ خب دو تا ام به اضافه 3 تا اوهاش، یعنی عملا میشه 2 ام به اضافه 102. از طرف این شده 18.9، 189 در 10 به توان منفی 1 بر روی خب 2 ام به اضافه 288 3 تا سولفات. سوال من اینه، دوست داری اینو حل کنی؟ این خب سخته که، یعنی خودش من ببینم میترسم دیگه، این حلش واقعا سخته. من به شما گفتم ایده بزنید چیکار کنید، بیاید با یک کسری اینو مساوی بذارید، این صورت رو از هم، مخرجا رو از هم کم کنید. 189 منهای 96 چند میشه؟ میشه ارزم به حضورتون 93. 93 دهم. دوم به اضافه 288 منهای دوم به اضافه 102 چند میشه؟ دوم هم که با دوم خط میخوره میشه 186. خب الان ببین اصلا آدم حال میکنه، روحش به پرواز در میاد. چرا؟ چون میگم اه ببین خب این موقعی است که با مومعیز این دوتا رو با موسایی بذارست. 93 با 186 دو، دو رو با کل این بزن، ام به اضافه 51، یه ام به اضافه 51 داری یه 96، ام به اضافه 51 مصاحب شد با 96، پس ام شد 45. خب ببین این چه سوالی بود؟ سوال جزو سوالات سخته، جزو سوالات وقتگیره. بله قبول دارم حرفت کاملا درسته، ولی اگر این روش محاسباتو بدونی خب زودتر حل میشه. ما تست الان سه رو میخوام باز حل کنم، بعد میریم تو تست 4. تست 4 کنکور ریاضی 1400 سوال 5، یعنی 205 دفترچه بچه ریاضی بوده. این سوال حداقل عادی بخوای حل کنی 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، ولی اگه همین نکته که من بهت گفتم بدونی یه دقیقه یه دقیقه و نیم نهایتا طول میکشه. حالا بهش میرسیم. تست 3 یه استوکیومتری مقدماتی آوردم، دهم هم اگه داریم میتونه الان استفاده کنه از این موضوع. میگه نسبت تعداد مولکول های 224 گرم گاز SO2 به تعداد اتم های 27 گرم N2OX2 بوده، X کدام است؟ ببین این خیلی خوب میتونم میشه حلش کرد. خوب به من گوش بده، این سوال واقعا سوال وقتگیریه، واقعا وقتگیره، ولی با این نکته‌ای که بهت گفتم بری تو حل محاسباتش خیلی راحت میشه حلش کرد. خوب گوش بده، من میخوام اول مولکولای 224 گرم گاز SO2 رو باید پیدا کنم. میگم 224 تقسیم بر جرم مولی 64، که باز اینو میبینم ذوق میکنم، من 224 رو بهت گفتم میشه 7.32 تا، این خیلی خوب میشه. این مساوی است با x به روی عدد آووگادرو دیگه، درسته؟ من میتونم الان تعداد مولکول های SO2 رو پیدا بکنم، که اینو الان من بخوام عرضم به حضورتون ساده بکنم میشه 7/2 Na. خب پس اتم های 27 گرم N2OX باید بشه 7/4 Na، چون اون به این میخواد دو برابر بشه. پس ما فهمیدیم اتم های 27 گرم N2OX شد چی؟ 7/4. حالا باسه N2OX می‌نویسم میشه 7/4 Na بروی Na. اینجا بعضی حواسشون نیست، چون گفته اتم این مولکول یه 2 به اضافه X شما تو مخرج داری، گفته 27 گرم پایین جرم مولی میخوام، جرم مولی چیه؟ 28 به اضافه 16X. تا اینجا درسته؟ خب من الان یک همچین چیز وحشتناک رو باید حساب کنم، یکم اینو ساده ترش بکنم. یک NA که با NA خط میخوره، یه 7 بالا دارم، یک دونه 4 تا 2 به اضافه X تو مخرج اینجا دارم، یک 27 اینجا دارم، یک 28 به اضافه 16X تو مخرج دارم. ببین من بهت شیمی درس نمیدم که بخوام اینا رو کامل به توضیح بدم، اینا همه تو بحثه حالا کلاسایی که هست و وجود داره اینا همه اونجا توضیح داده میشه. علم شیمی من نمیخوام بگم، من گفتم آقا تو علم شیمی مثلا فرض میکنم فولی تا اینجا تونستی برسی، من اینو میخوام حساب کنم.
آیا حساب کردن این کار ساده ایه؟ تا بره طرفین وسطین x ظاهر میشه عددا عددای بدیه. من میگم نها کن بیایم میخوام تو این ایده بزنیم، تو حل این بیایم ایده بزنیم. چیکار کنیم؟ بگم ببین من الان اینجا یک 4x دارم، اینجا 16x دارم، بیام تو یک 4/4 کسر اول ضرب کنم که اینم شامل 16x بشه. 4/4 ضرب میکنم کسر رو روبروش مینویسم، 7 4 تا 28 تا، اینم که انگار 8 به اضافه 4x میشه 32 به اضافه 8x. حالا این دوتا، این دوتا رو بیا ببخشید به اضافه 16x به اضافه 16x. حالا این دوتا، این دوتا رو بیا از هم یه دور کم کن، میشه چی؟ کم کن یعنی صورت ها رو از هم مخرج رو از هم، میشه چی؟ میشه 1/4. شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ خب حالا مگه همه با هم مساوی نیستن؟ 7 روی 2 به اضافه x مگه مساوی با 1/4 نیست؟ دوباره ببینیم، 7 روی 4 در 2 به اضافه x مساوی با 1/4. 4 با 4 خط میخوره، 2 به اضافه x مساوی با 7، x مساوی با 5. تمام، خیلی بهتر شد. پس من یه بار اومدم اینو تو 4/4 ضرب کردم به این کسر رسیدم، یک کسر شد. این دوتا کسر رو به جایی که باز با هم مساوی بزنم از هم کم کردم، یک کسر جدید شد. این کسر جدید رو با این کسر اول مساوی گذاشتم، خیلی کار راحت و تونستم x هم پیدا کنم. پس x هم شد 5، مادم بوده این 2 و 5. دارم برید پس چیکار میکنم؟ نخ میدم که اینو میتونی توی سوالات اینجوری ازش استفاده بکنی. بعد از اینکه دانش شیمی تو این قسمت تکمیل شد، از این روش خفن محاسبات که یک نکته صرفاً فقط چیه؟ صرفاً فقط تناسب ریاضیه استفاده میکنی. حالا سوال کنکور 1400، ببین منو خوب گوش بده، خوب دل بده. میگه فلز آب و هالوژن X ترکیب AX2 میده طبق این واکنش، 1.12 گرم AX2 به طور کامل تجزیه میشه، 0.72 گرم AX به من میده، 0.25 میلی‌لیتر از این گازه تولید میشه. بعد جرم اتمی هالوژن X چند برابر جرم اتمی فلز آب بود؟ همون رابطه اول ناکن، 2AX2 شده 2AX به اضافه X2. شیمیش اینه که گرم به جرم مولیاشو بنویسم دیگه. خب 112 در 10 به توان منفی 2 به روی 2AX2 یعنی 2A به اضافه 4X، 72 AX شده، 72 در 10 به توان منفی 2 به روی چی؟ 2AX یعنی 2A به اضافه 2X. بعد گفته 71.25 میلی‌لیتر گاز به دست اومده. پایین من بعد حجم مولی بنویسم، حجم مولیش چون 28.5 و بالا میلی‌لیتر گذاشتم نوشتم 28500. ببین انتظار طراح کنکور اینه که شما یه بار اینو با این مساوی بذاری، یه رابطه بر حسب با AX، یه بار اینو با این مساوی بذاری، یه رابطه بر حسب با AX، بعد دو ماده دو مچوی حل کنی. واقعا انتظارش اینه. خب تو باید با یک لبخند خیلی ساده از کنار قضیه رد شی، بگی تو بی خود کردی همچه انتظاری از من داری. من این نکته خیلی خفن میدونم که الان میگم ببین من اگر بیام همین دوتا کس رو یه بار از هم کم کنم، فقط یه چیزی بگم، این 71.25 و 285 رو اگر تو نکات محاسبات که الان بهت گفتم دقت بکنی، 71.25 ضرب در 4 چند میشه؟ این نمیشه دیده مسئله ها، 4 تا 70 تا، 4 تا 1، 4 تا 25 صدم، دقیقا میشه 285. یعنی این انگار کلن این با این میشه 1/4 صدم دیگه. خب حالا یه بار این دوتا کس رو بیا از هم کم کن، 112 صدم منهای 72 صدم میشه 40 صدم، 40 صدم بروی 2i به اضافه 4x منهای 2i به اضافه 2x، مخرجا رو از هم کم کن، میمونه 2x. خب ببین اصلا وحشتناک بود، چی شد؟ 1/4 صدم مساوی شد با این، دو ایکس میشه 160، ایکس میشه 80. چقدر ساده. آره، کمتر از
یه دقیقه وقت میگیره ها. x شد 80، حالا دلت میخواد بیا همین 1/400 با این دوباره مساوی بذار دیگه، x رو داری دیگه، آ هم به دست میاد، یه مایه معادله است دیگه، تمام شد. تهش 1.5 دقیقه خیلی دیگه بخواد از اون وقت بگیری 1.5 دقیقه، این دیگه آخرشه دیگه، آخر آخرش. ببین چقدر پس میتونه این موضوع کمکم بکنه، چقدر میتونه این موضوع کمکم بکنه. پس ما داریم کسرهای رو مینویسیم تحت عنوان کسرهای اختلاف، کسرهای مجموع بعدن مینویسیم، کسرهایی که ما میتونیم به راحتی اینا رو باهاش محاسبات اون انجام بدیم. خب حالا من میخوام شو اینو فقط ادامهش فقط بنویسم، این آتون هم بعد میشه 64، بعد که حساب بکنی حالا نسبت گفته بگیر 80 به 64 که میشه 1.25، حالا ادامهش نوشتم. تست 5 یه تست فوق سخته، واقعا سخته و واقعا تست وقتگیریه که شما تو هر آزمون نگاه کنی، هر کتابی نگاه کنی، یک ستاره چیزی که نیست. تو جزوه خودم هم هست، باز اینو ستاره دارش کردم، مثلا جزوه سوال معروف جزوه‌مونه. من میخوام با همین روشی که بهتون گفتم شما وقت بذارین حلش کنید. دلم میخواد همه حلش کنن، یعنی میخوام همه بتونن الان فکر کنن روش به حلش کنن، چون واقعا دیگه با این نکته که بهتون گفتم، با این بحث اختلافی که بهتون گفتم، باید رو هوا بتونین این کار انجام بدید. برید ببینم چیکار میکنید. من منتظرم که اینو بتره کنید ها، منتظرم که اینو بتره کنید. برو بودو ببینم چیکار میکنی. خب بازم طبق معمول KY نفر اول جواب داد، ببینیم بقیه چی میگن و آیا تایید میکنن جواب KY82. یوزر 8651 میگه 3200، خب تایید نکرد. ببینیم نظر بقیه چیه. استریلون 2 تایید میکنه نظر کیوای رو. این پشت سر نظری ندارم. یوزر 724 5600، مرسی. خب بریم دیگه، بریم من شروع کنم بهتون بگم ببین چی میگه. امیر رو ازلم میگن که آره دیگه، اون 5600 هم خوبه. خب ببین منو بریم روی رنگ دیگه. گفته که مقداری پتاسیم پرمنگنات رو حرارت میدیم تا
تا به طور کامل تجزیه بشه. اختلاف جرم KMnO4 و MnO2 شده 2.75. حجم اکسیژن چقدر بوده؟ سوال خیلی مهمیه. ببین، انتظار از شما در آزمون ها، در کتاب ها و حل همه کتاب ها را اگه نگاه بکنید اینه که شما مثلا میگم اینو بگیرید x به اضافه 2.75، اینو بگیرید x، بعد بیایی بنویسی x به اضافه 2.75 به روی ضریب زد جرم مولی 197، x به روی ضریب زد جرم مولی 87، بعد یه بار اینا رو با هم مساوی بذاری x رو پیدا کنی، بعد که مساوی گذاشتی بیای بری بگی خب حالا مساویه با y به روی 22.4 که حجم اکسیژن به دست بیاد. من میگم نگاه کن، تو دیگه الان به عنوان کسی که من این نکته رو بهت گفتم حق نداری اینو بنویسی. تو باید سریع به جای این چیزی که من اینجا نوشتم کلن بنویسی چی؟ بنویسی 2.75 یعنی 275 صدم تقسیم بر 197 منه 87 110. من به این میگم کسر اختلاف. من مستقیم کسر اختلاف نوشتم 2.75 به 110 y به 22.4. حالا برو ساده کن، حالا دیگه این کسر رو مساوی بذار. من میگم ناکن از این نگاه تو 11 میبینی 22 میبینی دیگه اونو ولش کن، اینو کلن همون 22 ببین، تقریب دارم میزنم. 22 به 110 که میشه 5، 5 به 275 بخوره میشه 55، تقریبش میشه 56. تمام، همه جنسایی که دو گفتن گرفتی؟ پس اصلا این تیکه دیگه اصلا برای من معنا نداره. به خدا برید نگاه کنید چجوری می‌نویسن کتاب آزمون، واقعا همین کار میکنن. این نکته خیلی راحت، این تناسب خیلی ساده و راحت. این پس از این یه تعداد تست براتون از این موضوع حل کردم که موضوع کامل براتون جا بیفته. دو تا موضوع داریم، یکی رقم سمت راست رو میخوام صحبت بکنم براتون، تکنیک رقم سمت راست یا رقم آخر، و بعدش هم تخمین زدن، چون باز بعضیا تخمینای خیلی الکی میزنن، باید توضیح بدم بهتون قانوناشو بگم و با هم بحث بکنیم یه سری نکته رو بریم جلو. خب تکنیک رقم سمت راست، باز از با سوالای ساده و آسون شروع میکنم، نکاتشو همینجوری پیش میبریم میریم جلو. اگه مثلا یه سوالی شما دیدید ضربه ای عددی میخواد بقیه بنویسین و گزینه هم داریم و رقم هم تقریبا هم تو کار نیست. خب مثلا نگاه اینجا یکه، اینجا شیشه، این یک تو شیش ضرب بشه رقم آخر سوال ما باید بشه شیش. که گزینه ها نگاه میکنیم خب تنها یک رقم شیش داره، مالا میزن. یا مثلا تو تقسیم، ببین من تأکید بکنم اگر تقریبی نباشد، اگر تقریبی نباشد 309 ماه از 52 به 73 میگم آقا این ایکسه، این رقم آخرش یه چیزیه که 3 اگه توش ضرب بشه به من 2 میده، پس احتمالاً رقم آخر این باید چی باشه؟ 4 باشه، 3 4 تا 12 درست شد؟ خب تو تستا میتونیم از این استفاده کنیم. یک عبارته که خب مثلا مال تجربی 97 بوده، 92 ضرب در 445، دو تا ممیز با اون، اصلا کلا همه ممیزاش دیگه خط میخوره، 9 به روی 890. خب اینجا اگه دقت بکنید این 445 با این 890 میشه 2، 2 با 92 میشه 46، جواب شما میشه 46 ضرب در 9. ببین اشکال نداره، میتونی ضربش بکنی، ساده است، ولی من میگم خیلی زودتر دیگه 6 9 تا 54 تا رقم آخر، درست شد؟ میخوام ببینم چقدر تو فضایین، چقدر تو باقین، چقدر حواستون هست، بیا حدس بزنید به نظر شما این سوال تجربی داخل 97 راجب چه مادهی سوال پرسیده که این عدد توشه؟ نگاه میخوام ذهنتو ببرم جای ذهن طراح. فکر کن تو طراحی، یه همچین چیزی داری، حالا به نظر اگه سوال بخواد مطرح بشه راجع به کدوم ماده بوده که همچین چیزی مطرح شده، اگه یک سوال استوکیومتری باشه میخوام ببینم چقدر حواست هست و بعد بهت یک نکته خیلی خفن بگم.
باریکلا زهرا، باریکلا امیر، ایول ایول، واقعا ایول. چربی کوهان شطور، چربی کوهان شطوره که جرم مولیش 890، یا اون تریگلیسیرید معروفی که تو کتابتون تو فصل 1 که 12 سال خیلیاتون هنوز نخوندین، اونم شبیه چربی کوهان شطوره، میشه ارزم به حضور 890. ببین چقدر خوبه این موضوع رو وقتی میدونی، یعنی الان فهمیدی. حالا ما رو جرم مولیا خیلی تاکید داریم، حالا جلو چند تا مثال براتون حل خواهم کرد. 28 رو گفتن، یه بار دیگه بگین، بگم یک عدد اعشاری میخواد تقسیم برای عدد صحیح بشه مثلا. خب اصلا به اعشار صحیحش کاری ندارم، میگم نگاه این 3 باید تو رقم یکان x ضرب بشه به من 2 بده. 3 تو چه عددی ضرب بشه به من 2 میده؟ خب 3 4 تا 12 تا دیگه. اینه. خب چند تا موضوع راجع به قانون حس بهتون بگم، چند تا موضوع راجع به قانون حس بهتون بگم، حواستون به من باشه. ببین تو بعضی از سوالای قانون حس که ما فقط دلتاش رو می‌خوایم یا هدفمونی که دلتاش رو پیدا بکنیم، میتونیم از رقم باز یکان استفاده کنیم. خوب گوش بدید به من. فرض کنید تهش رسیدیم به یک همچین چیزی، 1897 منهای 15321 به اضافه 172 منهای 15. خب فقط رقم یکان، البته باید هم ارزش باشن، اینا همشون هم ارزشن. خب من نگاه کنید از این چی برمیدارم؟ 7 منهای 1 به اضافه 2 منهای 5، درسته؟ 6 8 منهای 5 3. خوب دقت کن، جواب من یا 3 یا چیه؟ یا جواب من مثبت 3 بوده، یا جواب من متممش نسبت به مثبت منفی 10 یا منفی 7. چون من دهگان و صدگانش و اینا رو خبر ندارم، که شاید مثلا دهگان و صدگان این وریا خیلی بزرگتر باشه عددتون منفی کنه. پس با رقم یکان زمانی که استفاده میکنین خوب گوش بدین. هر عددی به دست میارین اول گزینه‌هاتو چک کنین که اینا با هم فرق، این منفی 8، این منفی 7، این مثبت 1، این مثبت 7 فرق میکنه، مثبت 7 و منفی 7 فرق میکنه. رقمات همه با هم متفاوته، پس من میتونم از رقم آخر استفاده کنم. رقم آخر استفاده کردم، رسیدم به 3. 3 یا جواب شما مثبت 3 باید باشه یا باید منفی 7 باشه، که ما منفی 7 رو داریم، درست شد؟ یا اینجا پایینی. ببینید این که میگم باید هم ارزش بردارین، واسه همین میگم اگر یکی اعشار داشته باشه یکی نداشته باشه باید بهش بدین. من میخوام این 31 رو بررسی کنم، خوب گوش بدین. اول گزینه ها نگاه میکنم، خب این 2 6 منفی 9 منفی 1 هر با هم متفاوتن. میام اینجا میگم ببین 3 تا 3 دهمه میشه 9 دهم، یعنی الان من بخوام این کارو انگار آره اون پشت عدد پشتش که نمیدونم چنده، چون من عدد پشتشو کاری باش ندارم، ولی اینو دارم دیگه. این اگه دقت بکنید اعشاری که بهش بدم اینجا صفر میخوره، درسته؟ اعشاری که بهش بدم اونجا صفر میخوره. این 5 هم وقتی تو این 14 اونور ضرب میشه این برش صفر میشه، چون 5 4 تا میشه 20 تا. من نگاه میخوام رقم باید چیزی که میخوای بدری باید هم ارزش باشه، یعنی من اینجا نمیتونم 9 بردارم بعد اینجا مثلا اینم 9 بردارم، چون این 9ش تو اعشاره این اعشارش صفر بوده، هم واحد و هم ارزش باید بردارم. خب پس انگار از این من فقط 9 برمیدارم، از این 0 برمیدارم، از اینم 0 برمیدارم، شد 9. جواب ما یا مثبت 9 یا منفی 1، یا مثبت 9 یا منفی 1. پس دقت به این موضوع داشته باشه. حالا نکته بعدی، آمدیم و عددا یکی بودن، مثلا اینجا ما منفی 5 منفی 5 منفی 5 مثبت 5، اینا که همه یکی هن، که دو رقم بردار. نگاه کن این منفی 85، این منفی 75، این منفی 55، این مثبت 85 با هم فرق میکنن، دو رقم بردار. خب بیایم اینجا 32 رو میخوام بررسی کنم، خوب دقت کن 32 رو میخوام بررسی کنم با دو رقم. خب اول نگاه میکنم چون این یه دونه اعشار داره من باید به همه اعشار بدم، چون یکیش اعشار داره باید به همه اعشار بدم. این اعشار این، اعشار این، این که اعشار داره، اعشار این و اعشار این، یه رقم نمیتونم بردارم باید دو رقم بردارم. خب این دو رقمی که خواهدش بردارم میشه منفی 10، دو رقم این میشه منفی 80، دو رقم این میشه منفی 15، دو رقم این میشه منفی 60،
و دو رقم این میشه مثبت 90. درسته؟ خب منفی 80 و منفی 80 و منفی 10 منفی 90 با مثبت 90 کلا خط می‌خوره، جوابمون میشه منفی 75. جواب ما یا منفی 75 یا مثبت 25. درست شد؟ که خب طبیعتاً من منفی 75 رو گزینه‌ها میزنم. پس میبینید که دارم هم واحد و هم ارزش برمیدارم. پس من همه اشاراتشو بهتون گفتم دیگه. یه رقم خواستیم برداریم یا اشاری خواستیم برداریم یا دو رقم خواستیم برداریم و بهتون مثالاشو براتون زدم. اوکی شد؟ خب حالا دوتا تست از همین قسمت با هم بررسی بکنیم. یه دونه تست جرمت میانگین، یه دونه تست قانه سال امساله 1400 تجربیه. خب این تست 6 میخوام توش یک نکته شیمی هم بگم دیگه. بچه‌ای که شیمی دهم فصله که خوندن میدونن احتمالاً ما واسه جرم اتمی میانگین یه روش خیلی خاص داریم دیگه. میگیم جرم اتمی میانگین برابر میشه با جرم مولی سبکتره به اضافه درصد دومی در اختلاف جرم مولی اولی و دومی. در اختلاف جرم مولی اولی و دومی اگه ادامه داشته باشه، خب دوباره درصد سومی، یعنی سه تا ایزوتوپ داشته باشه، در اختلاف جرم مولی اولی و سومی، یا به همین ترتیب هر چند تا داره. اگه دو ایزوتوپ باشه که خب دوتا. سوال ببین، ببین سوال خیلی مهمه که میخوایم زیر یه دقیقه حل بشه و میشه. ببین میگه جرم مولی آدو ایکس رو پیدا کن. خب برای آدو ایکس تو باید دوتا آ داشته باشی، سه تا ایکس داشته باشی. خب بعد آو ایکس رو داشته باشی، آو ایکس رو به جای که بهت بده بوده تو جرم، بوده تو ایزوتوپ. خب برای آ، ببین برای آ ما چیکار کنیم؟ سبکتره چنده؟ 45. یه اون تیکش علم شیمیشه ها، من خیلی رو اون الان تاکید ندارم، میخوام کار محاسباتش بگم چون علم شیمیشو بالاخره دارید میاد جلو. 45 به اضافه درصد دومی 90 درصد در اختلاف جرم این دوتا دو. خب این میشه 46 و 8. چقدر سری به دست اومد. برای ایکس ببین، برای این دوتا سبکتره 35 به اضافه درصد دومی 80 صدم در اختلاف 35 و 37 دو میشه 36 و 6. من هم آ رو پیدا کردم هم ایکس رو پیدا کردم. حالا باید آ رو ضرب در 2 کنم، ایکس رو ضرب در 3 کنم. بکنم این کار رو؟ نه. 2 8 تا 16 تا 3 6 تا 18 تا اینا با هم جمع بشن میشه 14 تا. فقط رقم آخر نکن بری ضرب کنی بعد با هم جمع کنی، صرفا فقط وقت تو تلف کردی. من دارم میگم اگه نگم، نمیگم همه سوالای کنکور اینجوریه، ولی میگم حداقل اون سوالی که هست که ذره حواستو جمع کن بتونی راحت تر این کار انجام بدی. تمام شد و رفت. نمیدونی چقدر خوب شد، چقدر راحت شد، چون رقم آخر همه با هم فرق داشت، من همچین سیاست رو تونستم استفاده کنم. یعنی سوال قانون حس، این سوال قانون حس، خوب به من گوش بده. میگه با توجه به سه تا واکنشی که بهت دادم، اول بگو دلتای چه این واکنش چقدره و 210 کیلوژول اگر انرژی تو این واکنش آزاد بشه چند گرم گلوکوز به اتانول تبدیل میشه. من دلتایش میخوام پیدا کنم. حالا هرچی یادتونه دیگه، بچهای دوازدهمی که هم دارم، دوازدهم دیگه قانون حس، حالا یه چیزا یادتونه، من بازم به حل شیمیش کار ندارم. حالا مثلا کلا میگم گلوکوز یه دونه سمت چپه، خب اینجا یه دونه سمت چپه این واکنش خودش، اتانول دو تا سمت راسته، اینجا باید دو تا ارزم به حضور سمت راست، این باید انگار ضرب در دو بشه، CO2 دو تا سمت راسته، اینجا سمت چپه، این باید ضرب در انگار منفی دو بشه. به عبارتی شما یه 1260 دارید، یک منفی دو تا 278 دارید و یک چی؟ منفی دو تا 394 دارید. درسته؟ منفی 2 تا 394 داره. خب فقط بیاییم با رقم آخر استفاده بکنیم، چون جواب ما یا منفی 84 یا منفی 92 دیگه توی سوال هم، تو گزینه هم، گزینه ها رو نها کنیم. خب رقم آخر اینکه 0 برمیدارم، 2 تا 8 16 تا. درسته؟ 6 فقط برمیشتم، دو تا چهار تا هشت. خب اینا جمع بشه با هم میشه چی؟ میشه منفی 14 باز فقط 4، پس میشه 84. 84
خب کردیم. یعنی من حساب کتاب نکردم، چون دلتا چه از من خواست، فقط اومدم رقم آخر استفاده کرد. حالا تیکه بعدش هم که تیکه ادامه داره استوکیوماتری برده جلو، گفته اگر تو این واکنش 210 کیلو جول انرژی، خب 210 تقسیم بر این آنتالپیه، میگه چند گرم گلوکوز، خب x تقسیم بر جرمانی گلوکوز دیگه. این بغش میگم باز میشه علم شیمیش که دیگه اونا باید خیلی مسلط و روان باشین. که بعد باز نها کن اصلا من به چون گزینه دارم اصلا صفرها رو میریزم دور. چرا؟ چون سوال به صفرها گیر نداده. سوال به صفرها گیر نداده یعنی چی گیر نداده؟ یعنی من 450 دارم، 540 دارم، 450 دارم، 540 دارم، من 45 و 450 ندارم که بگم صفرهاش مهمه. صفرها رو اصلا نبین. 21 با 84 4، 4 با این میشه 45، جواب جنس 45 داره، میشه گزینه اول. سوال باید زیر، من دارم حرف میزنم ها، سوال باید زیر یه دقیقه حل بشه. سوال کنکوره، آقا کنکور 1400 میتونه. آقا یه وقت هست سوال نمیشه، آقا نمیشه دیگه، ما حلش میکنم. ما داریم یا ما هم علم شیمی رو میبینیم جلو، هم بعد از این که علم شیمی رو بردیم جلو محاسبات رو بریم جلو، میگم آقا حالا که داره میشه، حالا که ترابه تو داره حال میده که تو از این موضوع استفاده کنی، چرا استفاده نمی کنی؟ سوالی که میتونی تو 30 ثانیه حل کنی، تو 1 دقیقه حل کنی، چرا باید تو 2 دقیقه حل کنی؟ با زودتر حل کنی، کاملا مشخص و کاملا واضح. پس لطفاً به این موضوع توجه داشته باشی. و آخرین بحث، بحث تخمین زدن، بحث این که ما چجوری تخمین بزنیم، کجاها مجازیم این کار رو عرضم به حضورتون انجام بدیم. ببینید برای مثال من میخوام این ضرب رو مثلا حالا بنویسم، همینجوری دارم براتون چند تا مثال نوشتم تا باز برسیم به سوال کنکورش، نکات مهمی رو میخوام بگم. مثلا 1.9 رو من میگم آقا 2 بگیر، یکم ببر بالا. 3.2 رو 3 بگیر، یکم بیار پایین. 5.6 هم آقا 5.5 بگیر، اشکال نداره، تقریبیه دیگه، داریم تقریب میگیریم. میگم حواسم از همه رو با هم بالا نبرم، همه رو با هم پایین نیارم. خب انگار میشه 6 ضرب داره 5.5، 6 ضرب داره 5 به اضافه 1/2، جوابمون میشه 33. جواب میشه 34 تقریب. تقریبه، نگاه کن، حواسم بود همه رو بالا یا همه رو پایین نیارم. یا مثلا توی همچین سوالی 134 رو نگاه کن، خب گوش بده. ما نگاه میکنم آیا رو صفرها گیر داده، چون گزینه دارم رو صفرها گیر نداده، پس اصلا صفرها رو من نگاه نمیکنم. کلن من میخوام واسه این 134 به 3 رو حساب بکنم، درسته؟ 134 به 3 به نظر شما چی میشه؟ من میگم نگاه اصلا فکر نداره. ببین این بین 120 به 3 و 150 به 3 هست یا نه؟ یعنی 40 و 50، بین 40 و 50 است. تمام شد. صفرش هم که مهم نیست دیگه. حالا اگه مثلا یکمی گزینه هاتون گزینه های بهتری نزدیکتری بود، خب طبیعتا تو بازت رو کوچیکتر میکنی. من اومدم بین 120 و 150 گرفتم، نگاه تقریب دارم میگیرم، میگم جواب باید بین 40 و 50 باشه، 46 داریم. صفرش هم که اصلا مهم نه. یا مثلا سال 35، ببین اون صفرا مهم نیست، من اصلا دیگه ممیزه رو کار ندارم. یه 6 دارم، یه 2 دارم، یه 296 دارم، یک 3 دارم. 3 با این خط میخوره، اینجا 2 میشه، درسته؟ میشه 2 2 4 4 توی 296. ببین اگر 296 300 باشه جواب 12 است، یه کوچولو از 12 کمتر، 11. یعنی فکر نکن، فکر رو سوال نکن. حالا اینجا اگه مثلا دقیقاً باشه، ما حتی با رقم یکان هم میتونیم بریم دیگه، میگیم 6 4 تا 24 تا، ولی خب امکان داره مثلا 2 تا 4 داشته باشیم. ولی تقریبا زدم، یعنی دارم میگم باز این پکه، باید همه رو کنار هم ببینید، همه رو باید کنار هم دیگه ببینید. خب یا مثلا 36، نگاه گفته 35.5 به 62.5 ضرب در 100، تا اون یه سوالیه که درصد جرمی حساب می‌کنی یا هر چی. نگاه اینو نگاه کن، نگاه به گزینه‌ها، همیشه نگاه به گزینه‌ها. میگم نگاه کن 35.5 به 62.5 قبول داری از 50% بیشتره؟ خب جواب میشه چون آقا چجوری فهمیدی از 50% بیشتره؟ خب بابا اگر این 62.5 نصفش بکنم میشه 31.25،
الان این از 31 و 25 بیشتره، پس جواب از 50% بیشتره. یه گزینه بیشتر از 50 نداریم که میزه. یا 37 چی شده؟ میگه 2 تا 56 تا روی 160 به اضافه 54. یه نگاه باز، چون سوالش دو موردی بوده، یعنی دو تا گزینه 70 داره، دو گزینه فقط ادامه داشته، من دو موردش رو آوردم دیگه، 70 و 52 سه. ما این نگاه کلی بندازیم، میگم ببین منو، این 54 این 56 اینم 54 مثلا بگیرم، 160 هم تقریبا سه تا 50 همه رو میتونم مثلا 50 بگیرم، همه رو میتونم چیکار کنم 50 بگیرم، بگم آقا تو 2 تا 50 تا، تو 3 تا 50 تا، تو هم یه دونه 50 تا، پس انگار میشه 2 تا 50 تا به 4 تا 50 تا، 50 و 50 خط می‌خوره میشه 50%. کدوم گزینه؟ یا اگه جمعش هم کردی میگی بالا مثلا میشه 112، پایین هم مثلا میشه 200 و انگار مثلا 14، بعد تقریبا نصف مثلا. درسته؟ این کاری هم که میشه انجام داد، تقریبا خوب دقت کن. یا بعضی موقع ما نگاه کنیم این عدد داره توی یک عدد بیشتر از یک ضرب میشه یا کمتر از یک. خوب گوش بده، من همچین سوالی رو تو 39 مثلا فرض کنیم بهش رسیدم، همه دقت حواسه همه اینجا مثلا باز گزینه‌ها نگاه میکنم، آیا صفر مهمه؟ نه، ممیزه رو بریز دور. پس من فقط عددا رو میبینم، 45 دارم، 146 دارم، 46 دارم. ببین 45 46 هم یه عدد کوچیکتر از یکه، یعنی وقتی که 45 46 هم داره توی 45 46 هم داره تو 146 ضرب میشه، یعنی جواب یه ذره از 146 کوچیکتره، یه ذره از 146 کوچیکتره، 142. اصلا نمیخواد اینو حساب کتاب بکنی، شاید اصلا سوال تقریب باشه، شاید سوال سخت باشه، لازم نباشه، خیلی باید حواستو بهش جمع بکنی. دیدی میگم چون 45 46 هم یه عدد کوچیکتر از یکه، 146 تو عدد کوچیکتر از یک از 146 کمتر میشه، 142 میشه. درست؟ پس این رو لطفاً حواستون رو بهش جمع بکنید. و همینطور حالا باز مثالای مختلف اینجا مثلا نوشتم، حالا باز چند تا مثلا حل کنم، مثلا اینجا نگاه 5 ضرب 32 2 ضرب 28، اینا رو مثلا بیایم به 4 بزنم 7، به 4 مثلا بزنم 8، اینم با این ساده میشه 4، جواب میشه 27. یا 27 تو اصلا یه چی میافتی؟ میگم 21 هفتم اگه بود 3 بود دیگه، یک کوچولو از 3 کمتر، یه ذره از 3 کمتر، یعنی من میام اینو مقایسه میکنم با 21 هفتمی که 3ه، یه کوچولو بعد از 3 کمتر باشه دیگه. اینا دیگه میشه چی؟ اینا دیگه میشه بازی با عددا. یعنی تو ذهنت باشه و اینقدر این کارو انجام بدی تا بتونی به این تسلط برسی. حالا من میخوام دقیقاً دو تا تست دیگه، دو تا تست آخره، میام ده هم که بعد خودتون حل کنید، دو تا تست میخوام براتون حل بکنم و این تیکر رو تمام کنیم. از 1499 هم براتون آوردم که توش میخوام نکات مهم بگم. میگه اتم های موجود در یک مکعب 4 سانتی متری، ابعادش 4 سانتی متره، از فلز منگنز به تقریب چند مول الکترون ظرفیتی داره. خب اولا که مثلا این سوال ترکیبیه دیگه، ما میگیم منگنز 25، باز این بحث آرش الکترونیه دیگه، یه آرگون داره، یک سدی 5 داره، یک 4s2 7 الکترون ظرفیتی داره، اینا باید رو هوا بگید. پس منگنز ارزم به حضورتون 25 7 الکترون ظرفیتی داره. حالا من میخوام ببینم یه مکعب 4 سانتی متری که حجمش میشه 4 به توان 3 چند تا الکترون ظرفیت، چند مول الکترون ظرفیتی داره. خب نگاه کن، کاری که من باید بکنم خیلی ساده است، میگم 4 به توان 3 یعنی 64 ضرب داره، چون حجمه باید تو چگالی ضرب بشه، 7.5 میشه گرم، پایین چی میخوام؟ جرم مولی. جرم مولی منگنز رو چند داده؟ 55، مساوی است با x به روی 7. خب ببینید که میگم تقریب باید خوب زده بشه، واسه همینجاست. الان شما ببین این 7 رو میبینی، 55 رو میبینی، اولین چیزی که به ذهن میرسه چیه؟ 55 بگیر 56، اشکال داره؟ چون میشه 7-8. آه 55 رو میگیرم 56، بعد 7 با 56 ساده میشه 8، 8 با 64 ساده میشه 8، میشه 8 تا 7 و نیم تا
x من میشه 8 ضرب در 7 به علاوه نیم. میشه 56 به علاوه 4 میشه 60. خب میزنم 61 و 1. ببین سوال نباید ازت وقت بگیره. یعنی نگاه کن، تو اگه علم شیمیت خوبه نباید بذاری محاسبات اذیتت کنه، چون اگه این سوالی که میتونی در زمان 30 ثانیه 40 ثانیه حلش کنی بخواد ازت 1 و نیم دقیقه وقت بگیره، به خودت ظلم کردی، وقت خودتو کشتی. تو تونستی حلش کنی، بحثی نیست، ولی به آخر دفتر چه نرسیدی. و تست 9 که میخوام توش اونایی که جرم مولیار رو حفظن ببینن چقدر میتونه اینجا کمک کنه. گفته سوختن کامل 89 گرم یک مدل چربی طبق این واکنش به ترتیب از راست به چپ چند لیتر اکسیژن مصرف میشه و چند مول گاز CO2 تولید میشه. بعد ببین چی داده. گفته M تا 3X هاش ایگرگ O6 بلاوه 163 تا O2. انتظارش از شما اینه که، خوب دقت کن، انتظارش اینه که تو بیای یه بار برای اکسیژن، یه بار برای کربن، یه بار برای هیدروژن معادله بنویسی، بری از اینجا M به دست بیاد، از اینجا X به دست بیاد، از اینجا Y به دست بیاد، اینا رو به دست بیاری، بعد شروع کنی تازه سوال حل کردن. حالا من میخوام بگم ببین اونی که تیزه، اونی که حواسش هست، اونی که جرم مولی های مواد مهم و حفظه، که قرار شد امشب برات توی فایل رو بفرستم، فایل جرم مولی ها رو پرینت بگی، اونم که بچه خودم، شرکت های خودم که آخر جزاشون هست، آخر جزاش فصلی که پایه، فایل رو پرینت بگیر بزن جایی که داری درس میخونی، مثل جدول تناوبی حفظ کن، حفظ شو. تو 89 رو میبینی یاد چربی کوهان شطوری که 890 نیفتی باختی غافله رو، بازی رو باختی. ببین یعنی باید بفهمی این 357 810 O6 بوده، اینو باید متوجه بشی. اگه متوجه بشی دیگه اصلا نیاز به این کارا نیست، میگی اه چقدر خوب شد، پس من فهمیدم این بوده دوتا 357 810 O6. حالا دیگه حالا حلش کن، 89 دو ضرب داره 890 مساوی است با x به روی لیتر اکسیژن میخوام 163 ضرب داره حجم مولی گفته 25، درسته؟ بعد مول CO2 رو میخوام y به روی ضریب 114. بعد حالا گوش بده به من، یه x میخوام پیدا کنم یه y میخوام پیدا کنم. اینجا که همینجا من یه لحظه واسه محاسبات بخوام بهت بگم، این که با این کلا خط میخوره، یه 10 میمونه، 10 هم که اصلا ولش کن، کلا یه 2 تو مخرجه. خب الان جنس y من میشه 114 دوم، یعنی 57. جنس y من میشه چی؟ میشه 57. پس 57 57 اینو دو گزینه خط میزنم. حالا واسه x، جنس x رو نگاه کن. تو ببین میگی من الان قراره این 2 رو اینجا یه 163 و 25 دارم، من 163 رو میگیرم 160، اشکال داره؟ اشکال نداره. 160 میگیرم با این 2 سادش کنم میشه 8، 8 تا 25 تا میشه 200. جواب جنس 200، نزدیک 200. من 163 رو 160 گرفتم، میدونم جواب یک کم مالی کوچولو نه 200 بیشترش، ولی به 300 نمیرسه. دو تا نکته داشت. تو اگر اینو فهمیدی چربی کوهان شطوره، سری میری شروع میکنی کس نوشتن. نفهمی باید بری دونه دونه ام و ایکس و ایر رو پیدا کنی. بعد حالا فرضاً به این رسیدی، دانش شیمی به تو کمک کرده به این رسیدی، حالا که به این رسیدی میتونی زود حلش کنی یا نه، میتونی با گزینه ها بازی کنی یا نه، میتونی این کار انجام بدی یا نه، اینا مهم میشه، اینا میشه بحث های مهمی که واقعاً باید بهش دقت کنی. نیم نگاه به گزینه ها، عرضم به حضورتون حواستون باشه چجوری تقریب بزنید، چجوری تخمین بزنید، چی کار بکنید. جرم مولی حفظ بودن خیلی میتونه شما رو جلو بندازه. اینا میشه کسایی که، یعنی کار کسایی که رتبه میشن، خود به خود خودکار انقدر تست زده، انقدر محاسبه کرده، انقدر خسته نشده محاسبات رو انجام داده تا تونسته به اون نتیجهی که بالاخره باید برسه برسه. عرضم به حضورتون که ما کلاسمون به پایان رسید.
من یه توضیح کلی بدم خدمتتون، براتون یه عالمه تمرین اینجا گذاشتم. بعد از اینکه این جزوه رو مطالعه کردین، فیلم امروز رو دوباره خواستید دوباره نگاه کردین، تمرین 50 رو تمرین گذاشتم و بعدش هم حالا جواباشم که هست و بعدش هم آزمون محاسبات که براتون 20 تا آزمون محاسباتی قرار دادم که اگر کسی زودتر آزمون ها رو زد، چون من خودکار بعد مثلا 20 روز احتمال داره پاسخاشو بفرستم، شاید مثلا زودتر بفرستم ولی معلوم نیست، ولی اگر کسی زودتر خواست پاسخ رو داشته باشه باز دوباره میتونه به خودم پیام بده، ولی من تو همین کانال باز براتون پاسخ آزمون ها رو هم خواهم گذاشت و فایلایی که خوب لازم داریم واسه بحث محاسبات، جزوه‌ام که قرار شد براتون در همین کانال بارگذاری بکنم، همین دیگه. وقتتون بخیر، امیدوارم که موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.